اول از همه تبریک میگیم، عنوان بسیار ارزنده‌ای که شما کسب کردید همین چند روز گذشته. خیلی ممنون از محبتتون. سلامت باشید. به مردم بفرمایید این عنوانی که شما خارج از کشور گرفتید چیه؟ ابتدا جایزه‌ای که به پزشک برجسته‌ترین پزشک قدرت کودکان در دنیا تعلق میگیره. ماشاءالله، برجسته ترین پزشک کودکان جهان. عدد کودکان. عدد کودکان جهان. ماشاءالله. In Israel, and I think there's probably more than 100 manuscripts in the area of pediatric hematology. تو کدوم کشور برگزار شد این دوره که شما برگزار شد؟ کشور هلند در شهر لاهه. چند عضو داشته اونجایی که انتخاب کرده؟ عضو این انجمن 1200 عضو داره که از 91 کشور هستن و بهترین های عدد جهان تو این انجمن بله هستن. بهترین های عدد جهان واقعا هستن. خودشون گفتن که این در واقع برای کسانی که در یک عمر در تدریس و آموزش قدرت کودکان و درمان بیماران زحمت کشیده باشه و این جایزه به این جایزه. و چند نفر انتخاب شدن یا فقط یک نفر شما؟ فقط یک نفر. به یک نفر این جایزه داده شد؟ به سرکار عالی. واکنش کشورهای دیگه چی بود اونجا؟ خیلی من دست زدن زیاد دیگه، من دیگه غیر از دست زدن چیزی هی تبریک میگفتن. نه مخصوصا خانومی اومدش محجبه و گفتش که من خیلی خوشحالم که شما که با حجاب هستین در اینجا انتخاب شدین و این جایزه رو گرفتین. ذوق کرده بود. خیلی ذوق کرده بود. لحظه ای که شما رو صدا زدن و رفتید جایزتون رو گرفتید به چی فکر میکردید؟ خیلی خوشحال بودم. یعنی احساس میکردم که خب من خیلی وطنم رو دوست دارم. یعنی اصلا شما حالا من نبودین در سخنرانی من در یک مجمع دانشجویی بود، 5000 نفر دانشجو بودن اینا و گفتم که وطن داشتن یه نعمته. میخواستم که فقط سفارش کنم جذب کشور خارج نشیم، همینجا بمونم. چند سالتون بود ازدواج کردی؟ 17 سال. 17 سالگی. و چند فرزند دارید خانم دکتر؟ 4 فرزند. 4 فرزند. یکیش دوقلو شد. دوقلو هم داشتی؟ ماشاءالله. بعد به این سطح علمی میرسین چجوری میشه؟ خب خیلی مادر پدرم خیلی کمک میکردن. اصلا این بچه های من همه با درس خوندن من بزرگ شدن. یعنی بچه تو دستم بود از این برم کتاب. اقامت کدوم کشور رو دارید؟ اقامت خارجی؟ ایران فقط. فقط ایران؟ بله. درمان کودکان ایران رو ترجیح دادید به خارج؟ 100%. بله اصلا میگم از اول که دانشجو بودم گفتم که من باید که بچه های خودمون رو درمان کنم. تو خانواده مؤمنی بزرگ شدید؟ مثلا سبک زندگیشون اعتقادیشون؟ خیلی مؤمن بودن و من مثلا خیلی بچه بودم نماز میخوندم. الان مثلا 4 بار قرآن رو خوندم با ترجمه و اینا. ختم قرآن کردی؟ آره. شما در دبی دعوت بودید و اونجا اتفاقی افتاد، جمع و جور بگید برای مردم چه کردید؟ بله، یه خانومی کنفرانس می‌خواست بده، در سخنرانیش مخصوصا این گفت عربیان گول خلیج عربی. بعد من خیلی ناراحت شدم و اول سخنرانیمو کردم، بعد گفتم که من باید بگم که خلیج فارس از زمانهای باستان خلیج فارس بوده و برای همیشه خلیج فارس خواهد ماند. همونجا پای تریبون گفت. بله، گفتم Persian Gulf has been Persian Gulf since ancient time and it will be Persian Gulf forever. بعدم منو بلوک کردن. همونجا میگفتش تو اگر که شما معذرت خواهی نکنید دیگه هرگز نمیتونی بیای. چه شما زیر بار معذرت خواهی هم نرفت؟ گفتم که نمیتونی هیچ وقت بیای دبی، حتی ترانزیت هم نمیتونی بیای. شما نگران این گفتم خب نمیام. خب ما پزشکای موفق الحمدلله زیاد داریم در سطح دنیا. حالا خودتون مثلا یک روزی دنیا فکرشو میکرد که
یک بانوی ایرانی بره و برگزیده ترین بهترین پزشک مثلا قدرت کودکان جهان بشه. الان که خیلی تبلیغ میشه بر ضد مثلا خانم ها در ایران، درس نمیذارن بخونن، نمیدونم این چیزا گفته میشه، ولی تا درجات هر عالی هم پیشرفت کردن همه پزشکای خانم خیلی بیشتر از گذشته و خیلی مواقع ما اصلا رئیس بیمارستانمون خانم بود، هیچ کس اعتراض نداشت. تبلیغی که علیه چهره زنان در کشورمون میشه در دنیا، تبلیغ سو میکنن، یعنی واقعا حقیقت نداره. و من نمیدونم چرا اینجور میکنن. خدایش حالا بهتون سلامتی بده که مایه افتخار کشور و مردمتون هستی. ایشالله تو این مسیر استوار باشید و تنتون سلامت. خیلی متشکرم. ممنون از شما. سلامت باشید. ممنونم از اینکه این فرصت رو به من دادید.